ایران، اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی‌نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند. زیر پوست جامعه، تهیه و اجرا رضا وضعی، برنامه هفتگی در الوند تی وی. با سلامی دوباره خدمت بینندگان تلویزیون الوند، رضا وضعی هستم. امروز در واقع روز پنجم ماه مای 2018 است، در خدمت شما هستم. همینطور که در صحبت قبلی در واقع در این تلویزیون انجام دادیم، در واقع قرار بر این شدش که برنامه هایی رو داشته باشیم، در واقع مجموع برنامه هایی رو داشته باشیم تحت عنوان زیر پوست جامعه که به موضوعات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خیلی بیشتر درون کشور در واقع میپردازیم. موضوعی که امشب در این برنامه در واقع تصمیم گرفتیم برای شما نازنینان در واقع باز بکنیم و راجبش صحبت داشته باشیم، در رابطه با بحثی است که جمهوری اسلامی یا فرقه اسلامی ایران در واقع همیشه سعی داشته ازش استفاده ببره تا حکومت خودش رو به نوعی، عمر حکومت خودش رو در واقع تداوم ببخشه، ادامه دار بکنه و به راه خودش ادامه بده. اگر بخوایم موضوع رو در واقع باز بکنیم، باید بگیم که در طول تاریخ بشریت ما شاهد روی کار اومدن یک سری از در واقع سیستم هایی بودیم، یک سری از حکومت هایی بودیم که خب اون در واقع نظم سیاسی خودشون رو بر پایه یک دیکتاتوری یا توتالیتاریسم در واقع بنا کرده بودن که میشه گفت هیچ کدوم از اونا هم به مقصد راه نرسیدن، در نیمه راه در واقع سرنگون شدن، حال از طریقهای مختلف مثل اعتراضات در واقع درون کشوری یا دخالت نیروهای خارج کشور که مانند اونها رو در واقع این نوع حکومت ها رو ما بسیار داریم، مثل در واقع فاشیسم هیتلر، مثل موسولینی رهبر ایتالیای فاشیستی، مثل صدام حسین، مثل قذافی و و و نمونه های بسیاری هستش که در واقع میشه گفت کشورمون ایران هم در واقع از این اتفاق ها در واقع مستثنا نبود. اما حکومت حال حاضر ایران در واقع میشه گفت از اون دسته رژیم هایی که تاریخ بشریت شاید به ندرت به خودش دیده باشه، یعنی سیستمی که در واقع پایه های خودش رو بر روی ترور که همون هسته توتالیتاریسم هست به نوعی بنا کرده و اومده در واقع از این ترور استفاده کرده به عنوان ابزاری که حالا برای ستیز با دشمن، برای ایجاد رعب و وحشت، برای ایجاد ترس و در نهایت که بخواد از این نوع سیستم در واقع به اون نظم دلخواهش در واقع پیاده بکنه و مردم رو مجبور به سر تعظیم فرود آوردن بکنه در مقابل خودش. اما اگر ما بیاییم در واقع تاریخ کشورهای تمامیت خواهی مثل رژیم حاکم ایران رو در واقع این فرقه رو ورق بزنیم، نگاه بندازیم به شیوهشون، در واقع به شیوه حکومتداری و ابزارهایی که همیشه در دست داشتن برای موندن در قدرت، خب متوجه یک مثلثی میشیم. من اسم این مثلث رو در واقع گذاشتم مثلث بقای رژیم. این مثلث از ضلع‌های مختلفی تشکیل شده، از سه ضلع تشکیل شده، مثل فقر، مثل جهل، مثل ترس. و ما می‌بینیم در طول این در واقع
چهارده قریب به چهارده و چهارده حکومتی که داشته میشه گفت در واقع تمام تیمهای فکریش، تمام تیمهای عملیش رو استفاده کرده تا در واقع مانع از تضعیف این سه عنصر بشه. ما تو این برنامه در واقع سعی داریم در رابطه با این سه ضلع این مثلث که مثلث بقای رژیم رو تشکیل میده خیلی بیشتر صحبت بکنیم، باز بکنیم و ببینیم در واقع چه استفاده هایی رو رژیم از این نوع مثلث در واقع یا از این واژه ها برای خودش استفاده کرد. ببینید وقتی ما میاییم به در واقع جمهوری اسلامی که یک نگاهی میندازیم متوجه میشیم که این رژیم به خوبی درک کرده اینکه رشد شفاف اقتصادی میتونه با خودش در واقع یک روشنگری اجتماعی پدید بیاره و وقتی نگاه میکنیم بعد از این میشه گفت روشنگری اجتماعی، خب میبینیم در نهایت این باعث رشد یک قشر یا یک طبقه میشه که به نوعی به خودش متکیه یا تکیه به خود داره. شاید ما در گذشته شاهد این بودیم که این قشر در واقع متکی به خود یک قشر بسیار بزرگی از در واقع طبقه‌های مختلف ایران رو تشکیل میداد، اما امروز میبینیم در واقع هیچ خبری از این قشر به اون در واقع چیزی که در گذشته شاهدش بودیم امروز نیست. یعنی چی؟ یعنی این رژیم در واقع این اتفاق رو برای خودش مطلوب نمیدونه برای سیستم خودش، چرا که میدونه و مطمئنه که این مسئله یعنی رشد یک قشر یا یک طبقه که متکی به خود است میتونه براش یک سری تبعات جبران ناپذیری رو بیاره. نتیجتا میاد در واقع توی مرحله اول این شرط عقل رو پیش میگیر و میلیون ها نفر ایرانی رو از جامعه ایران رو میاد در بیکاری یا مشغول شغل های کاذب نگه میداره تا بتونه از این طریق اونها رو به لحاظ اقتصادی وابسته به خودش نگه داره. شما وقتی در واقع سایت های مختلف ایران رو مطالعه میکنید، حتی سایت های حالا خبری رو خیلی بیشتر که نگاه میندازید در طول روز، ببینید مثلا سایت سلامت نیوز اومده خودش یک خبری رو انتشار داده و گفته 40% جمعیت ایران زیر خط فقر هستند. خب ما وقتی بیایم در واقع یک حساب سرانگشتی بکنیم که 40% از 80 میلیون خب چقدر در میاد، میشه 32 میلیون فقیر. ما در ایران امروز 32 میلیون فقیر داریم. خب یعنی اینکه این رژیم میاد یارانه میده به اینا، میاد در کمیته ها در تعاونی های مختلف مردم رو تحت پوشش خودش قرار میده، اما نمیخواد در واقع شاهد یک رشد در واقع یک رشد اقتصادی رو داشته باشه یا شاهد رشد مستقل یک قشر یا طبقه ای باشه. چرا؟ چون در واقع این رو به خوبی میدونه که در واقع اون سیستم حاکم، امنیت سیستم حاکم با در واقع با مردمی گرسنه و فقیر در واقع خیلی بالاتره تا با مردمی که در واقع رفاه داره، زمان آزاد داره، میتونه در واقع اطلاعاتش رو رشد بده، میتونه مطالعه کنه و این مطالعه در واقع باعث میشه که در نهایت و در یک جایی به نوعی در مقابل این سیستم قرار بگیره. نتیجتا ما میبینیم این رژیم میاد از این فقر در واقع استفاده میکنه، از به فقر کشیدن مردم در واقع استفاده میکنه تا بتونه به نوعی بقای خودش رو حفظ بکنه یا به عمر حکومت خودش ادامه بده. در مورد در واقع دوم این قضیه اگر بخوایم ما صحبتی رو داشته باشیم، خب این مسئله کاملا مشخصه از اینکه وقتی یک جامعه دچار فقر شدید مادی است
این فقر شدید مادی با خودش یک فقر فرهنگی رو به وجود میاره، پدید میاره. نتیجتا ما نگاه میکنیم به وقتی به این شیوه حکومت داری یا به کارکرد این سیستم نگاه میکنیم، میبینیم اومده به خوبی از این فقر مادی مردم، یعنی در واقع این فقری که خود به مردم داده، اومده به مسابقه تزریق فقر فرهنگی داره بهره میبره ازش برای ترویج فقر و جهل فرهنگی تو اماکنی مثلا مثل مدرسه، مثل سیستم آموزش، مثل رسانه، مثل مطبوعات، مثل دانشگاه، حوزه علمی، حوزه علمیهی که خب در واقع مکانیست برای تولید انبوه آخوندها که میان در واقع اون کنترل فکری و مغزشویی رو به عهده میگیرن. خب ببینید، برای ترویج این جمهوری اسلامی بی‌محابا اومده سرمایه های کلانی رو در واقع سرازیر کرده تا این در میشه گفت این جهل رو بیاد پرورش بده و نهادینه کنه. من نمیخوام به آمارهای کلی و حالا تو طول این 40 سال نگاه کنم. ببینید، شما وقتی میایید به در واقع بودجه سال 97 که نگاه میکنیم انتشار پیدا کرد و در واقع مورد قبولم قرار گرفت، خب شما نگاه میکنید مثلا به حوزه علمیه قم اومده 897 میلیارد تومان بودجه اختصاص داده برای تولید همین آخوندهایی که وظیفه کنترل فکری و مغزشویی جامعه رو دارن. شما نگاه میکنید مثلا به بنیاد آقای مکارم شیرازی 305 میلیارد بودجه داده، به شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی 47 میلیارد و 722 میلیون، به جامعه مصطفی که بیش از 50 هزار در واقع دانش پژوه داره از 122 ملیت طبق گفته خودشون با 303 میلیارد تومان، شورای سیاستگذاری حوزه‌های علمی زنان 258 میلیارد. ببینید تنها اینا هم نیستن، یعنی مؤسسه‌های بسیاری هستن که واقعا بیهوده دارن بودجه میگیرن، مثل مؤسسه نشر آثار آیت الله خمینی، مثل کتابخانه آیت الله مرشعی نجفی، که در این مکان‌ها ما شاهد این هستیم که در واقع تماما داره مطالبی انتشار پیدا میکنه، کارهایی داره انجام میده تا این در واقع این جهل و این ناآگاهی رو در جامعه نهادینه کنه. نتیجتا ما میبینیم میاد از این فقر مادی که ما در قسمت اول صحبت کردیم راجبش، میاد یک فقر مادی رو به جامعه در واقع تزریق میکنه و بعد از اون که فقر مادی رو داد، میاد فقر فرهنگی رو میده که اینا در واقع مثل یک سه ضلع مثلث به هم دیگه وصل هستن. نگاه میکنیم میبینیم از این فقر مادی استفاده های دیگری هم اومده انجام داده. مثلا شما نگاه میکنید به قشر ضعیف جامعه که توان سفر نداره، امکان سفر براش مهیا نیست تا حالا به جاهایی که علاقه داره سفر بکنه. ببینید میاد به این قشر برای مدیریت این فقر فرهنگی خودش پیشنهاد سفر میده. توسط کی؟ توسط یک سری از مؤتلفه‌های بازاری تازه مسلمان شده که در واقع در دوران انتخابات اگر یادتون باشه آقای سید مصطفی میرسلیم در واقع این طبقه یا این قشر از جامعه رو داشت به نوعی نمایندگی میکرد که دست اینا تمام اتاقهای گمرک هستش، اتاقهای بازرگانی هستش. اینا میان در واقع کسانی هستن، این بازاریان، این مؤتلفه‌های بازاری کسانی هستن که در واقع به بیت رهبری و به بدنه این سیستم وصل هستن، به بدنه این سیستم وصل هستن. به چه صورت؟ به این صورت که میان در واقع پیشنهاد سفر مجانی میدن یا حالا با قیمتهای خیلی ناچیز. به کجا؟ به حرم مثلا حضرت معصومه، به حرم امام رضا، به چاه جمکران. خب میان این در واقع این کارها رو انجام میدن، مثلا اتوبوس هایی رو میگیرن میفرستن، اما از اون طرف
خب اجناسی که قراره از بیرون وارد بشه بدون بازرسی، بدون گمرک و بدون هیچ مشکلی وارد میکنن و در واقع سودهای کلانی رو میبرن. اینا میان در واقع از این فقر مادی که تزریق کردن استفاده میکنن که این فقر فرهنگی رو در واقع پیش بگیرن و پیش ببرن، که خب در واقع این میشه گفت به نوعی اون ضلع دوم این مثلث رو میاد ترتیب میده، میاد شکل میده برای این مغزشویی، برای نگه داشتن میلیون ها نفر ایرانی در جهل، در خرافات، و روش هایی رو در واقع استفاده میکنن، کارهایی رو دارن انجام میدن، مثلا با 19,000 تکیه عزاداری که در میان خرج میکنن در واقع اینها رو استوار نگه میدارن تا بتونن از این طریق به نوعی اون ریشه های خرافات، ریشه های جهل در جامعه رو حفظ بکنن. یعنی اگر یادتون باشه، فکر میکنم شاید اوایل مطالعه کرده باشید در این رابطه، در اوایل فکر میکنم دهه 60 بودش که مثلا رهبر اول جمهوری اسلامی گفتش محرم السفره که اسلام رو زنده نگه داشته، و اینا اومدن از این طریق استفاده کردن و مردم رو به نوعی در یک جهل و یک خرافاتی که واقعا جامعه ایرانی رو، جامعه کشور رو، مردم کشور رو در واقع به بیراهه کشونده استفاده کردن. خب وقتی ما به این دوتا که فکر میکنیم، یعنی این دو ضلع رو میذاریم کنار هم دیگه، شاید متوجه خیلی از موضوعا و بحثا بشیم که رژیم در واقع داره چه بلایی رو سر جامعه ایران میاره، چه کاری رو داره با جامعه ایران انجام میده. ضلع سومی که حالا بشه در واقع صحبت کرد راجبش، که جمهوری اسلامی از این باز از این ضلع مثلث اومده استفاده کرده برای بقای خودش، این هستش که در واقع تمام این درآمدهای بیهوده، نه بیهوده، نمیشه گفت بیهوده، این درآمدهای بادآورده به نوعی باد آورده رو که دستشون افتاده رو وقتی نگاه میکنیم میبینیم اینا در جاهای دیگری هم داره در واقع سرمایه گذاری میشه. یعنی صرف فقط برای مدیریت فقر مادی و فرهنگی استفاده نکردن، اومدن بخش عمده ای رو خرج دستگاه ها هزینه کردن در نیروهای سرکوب کردن، یعنی نهادها، سازمانها، نیروها رو اومدن پولهای خودشون رو در واقع ریختن، هزینه کردن، حمایت کردن تا بتونن جامعه رو همیشه در یک کنترلی که مطلوب خودشون هست، در یک چارچوبی که مورد قبول خودشون هست نگه دارن. ببینید من اینجا یک مثالی رو در واقع برای شما میارم، اینکه شما وقتی به سرکوب صرف زنان جامعه نگاه میکنید، یعنی تنها و تنها برای تحمیل حجاب اجباری نگاه میکنید، میبینید 26 نهاد، سازمان و وزارتخونه داره تو این زمینه فعالیت میکنه، یعنی تنها و تنها برای تحمیل حجاب اجباری 26 نهاد، سازمان و وزارتخونه. ببینید اگر من بخوام در واقع یک چند تا از این نهادها رو برای شما مثلا نام ببرم، مثلا نیروهای بسیج هست، شهرداری ها هستن، مجلس هست، قوه قضاییه هستش، ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر هستش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان صدا و سیما، سازمان تربیت و بدنی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه ها و حالا مرکز آموزشی عالی کشور. ببینید اینا فقط چند مثال بود از اون 26 نهاد و سازمان و وزارتخونه‌ای که برای شما نام بردم. وزارتخونه های کشور حتی همینطور که گفتم، اینا تنها و تنها دارن نقش بازی میکنن برای تحمیل حجاب اجباری به زنان. خب ببینید
زیر مجموعه این نهادها خب طبیعتاً خیلی مجموعه های بسیاری وجود داره که اینا دارن برای این مجموعه ها کار میکنن، یعنی ده ها نفر، صد ها نفر دارن برای اینا کار میکنن، مشغول فعالیتن و پول های بسیار زیادی رو در واقع دارن استفاده میکنن از فروش مواد خامی که کشور داره و دارن میریزن در واقع در این سازمان ها و ارگان ها صرف و تنها برای تحمیل حجاب اجباری. خب شما نگاه میکنید میبینید این حکومت، این سیستم بدون توجه به ارقامش، حالا میلیارد تومان باشه، میلیارد دلار باشه، میلیارد یورو باشه، میلیارد پوند باشه، براش اصلا مهم نیست، اصلا براش مهم نیست، چون پولیست که برایش هیچ زحمتی نکشیده، مواد خامی رو از معادن، از زیر زمین، از جاهایی که داریم گرفتن، فروختن، پولش رو آوردن داخل کشور. خب اینا همه مشغولن در واقع دارن این کارها رو میکنن، این پولها رو میریزن برای به استخدام در آوردن، برای بکارگیری خیلی از همون نیروهای محروم، از همون اقشار محروم جامعه‌ای که تو مرحله اول گفتیم بهشون فقر مادی رو در واقع تحمیل کرده، بهشون جهل رو تحمیل کرده. برای چی؟ برای اینکه بیاد در واقع نیروهای سرکوبش رو پر بکنه، در سپاه، در بسیج، در وزارت اطلاعات، در ارتش، تا نیروی اجرایی سرکوب جامعه ایرانی رو فراهم کنه. ببینید خیلی از این کارها رو ما دیدیم، مثلا در واقع در کشور داره انجام میده، یا حتی مثلا این سرکوبی که ما داریم ازش نام میبریم، حالا صرف تنها این نیستش که بیاد در واقع چوب و چماق بر روی جامعه ایرانی برداره که بر میداره، اما مثلا شما نگاه میکنید به همین در واقع بستن تلگرام ها، کنترل کردن در واقع تلفن ها، خب ببینید همه اینا برای این سیستم به نوعی هزینه داره. من امروز یک عکسی رو دیدم، که نوشته بود برای گرفتن نوبت در بانک ها باید از پیام رسان داخلی استفاده بکنید. خب یعنی بدون استفاده از این پیام رسان شما حتی توی بانک ها نمیتونید در واقع نوبت بگیرید. خب ببینید این میخواد از این راه ها، از این طریق استفاده بکنه، استفاده ببره برای اینکه اون نظم دلخواهش رو به جامعه ایرانی بده. شما این رو فراموش نکنید، رژیم ایران امروز گرفتار مجموعه ای از بحران‌های درونی، بحران‌های خارجی است و برای بیرون رفت از این بحران‌ها هم واقعاً راهکار عملی نداره، یعنی هیچ راهکاری در مقابلش نیست. خب یعنی تو یک موقعیتی قرار گرفته که اگر بخواد دست به حل یک بحران بزنه، بحران دیگه براش در واقع به نوعی تشدید میشه. مثلا یک مثالی رو من بزنم، خب همه عزیزان میدونن که امروز رژیم جمهوری اسلامی در خارج کشور 400 واحدهای عملیاتی در خارج کشور داره، 400 در قفقاز داره، در افغانستان، در پاکستان، در آفریقا، در کشورهای خاورمیانه، در اروپا، در آمریکا. خب همه اینا در واقع هزینه ها رو بر می‌داره که رژیم هم همه رو داره پرداخت می‌کنه. شما نگاه کنید اگر بخواد این در واقع خرج ها رو وارد کشور کنه و به این معترضین معیشتی بده، خب در خارج که به دنبال اعتبار، به دنبال بازی کردن با کارت هاشه، دچار مشکل میشه، نمیتونه کار بکنه. و اگر در واقع در داخل نریزه، با یک سری از شورش ها، با یک سری از اعتراضات بسیاری روبرو میشه. در رابطه با اعتراضات داخلی در واقع قسم این هستش در هفته های آینده مفصلا صحبت بکنم راجبش، در رابطه با آمارهای اعتراضات ها، بدونیم در واقع این جامعه معترض ایران از لحاظ آماری در کدوم مرحله قرار.
اما ببینید امروز این رژیم یک وضعیت بسیار وخیمی رو در این بحران‌ها داره. خب اگر ما بخوایم حالا 6 بحران کلان این رژیم رو مثال بزنیم، خب بحران پرونده هسته‌ای هستش، بحران اجتماعی، بحران اقتصادی، بحران جنگ قدرت، بحران محیط زیست و بحران منطقه‌ای. یعنی اینا 6 بحران کلان این رژیم هستن که هر کدوم از اینا به تنهایی میتونه رژیم رو به پرتگاه بیاندازه. نتیجتاً برای اینکه در واقع اون شورش ها، اون اعتراضات درونی در واقع تکرار نشه، اتفاق نیفته یا تبدیل به اون اعتراضات سراسری نشه، رژیم ناچارن باید بیاد دست به سرکوب اینا بزنه، دست به سرکوب اینا بزنه و اون ایجاد رعب و وحشت، ایجاد ترسی رو که گفتیم رو انجام بده و میاد 63% در واقع بودجه نهادهای نظامی و امنیتیش رو در واقع افزایش. اما اگر بخوایم حالا نگاه بکنیم در قسمت‌های پایانی صحبتمون در واقع در این جلسه، اینکه رژیم چرا داره از این عنصرها استفاده می‌کنه برای بقای خودش، باید این رو بیاییم ما در مشروعیت رژیم جستجو کنیم. یعنی میشه گفت رژیم امروز ایران مشروعیتی در بین اکثریت جامعه نداره، حداقل میشه گفت از بعد از سال 88 به نوعی رژیم مشروعیتش رو از دست داده. نتیجتاً باید مراقب باشه که توسط این افراد معترض، توسط اعتراض کننده ها زیر سوال نره. خب نتیجتاً میاد دست به سرکوب معترضین میزنه، دست به زندانی کردن وبلاگ نویس ها میزنه، به فعالان فضای مجازی مثل فیسبوک، مثل لاین، مثل تلگرام میاد اینها رو اعدام میکنه، حکم اعدام براشون میزنه. نمونه این حکم اعدام ها برای مثال خیلی ها هستن، مثلا سینا دهقانی که روی کانال لاینش یک نقدی رو در واقع نوشته بود و براش حکم اعدام اومد، که از این طریق بیاد در واقع این مجال رو، این فرصت رو در واقع از مردم بگیره، این ترس رو در جامعه نهادینه کنه تا بتونه در نهایت نظم خاص و دلخواهش رو همینطور که گفتم در واقع در جامعه حاکم کنه. نتیجتاً با صحبتهایی که ما در این رابطه انجام دادیم متوجه میشیم که رژیم ایران، این فرقه حاکم بر ایران، با تکیه به نهادهای فکری، نظامی، امنیتی تا حدودی موفق شده که این فقر، جهل و ترس که 3 پایه در واقع ادامه بقاش هست، ادامه عمرش هست، رو به نوعی در جامعه حاکم بکنه و با استفاده از این سبزار اومده استراتژی ها، تاکتیک های خودش رو به جامعه دیکته کرده و مانند اینها رو ما میتونیم مثلا در واقع موقعیت های حساس تاریخی مثل انتخابات نگاه بکنیم. مثلا میاد با ترفند مثلا سهام عدالت که در زمان انتخابات مطرح بود، مثلا میاد از این طریق میخواد مردم رو پای صندوق های رأی بکشونه. خب ما میدونیم مثلا شاید یکی از در واقع اون مواردی که به یک شخص اون سهام عدالت در واقع تعلق بگیره اون مهریست که باید در انتخابات باشه. خب ببینید از این طریق میاد مثلا از فقر مردم استفاده میکنه، از اون ناآگاهی حاکم استفاده میکنه، میاد این رأی اجباری رو از جامعه میگیره و مشروعیت و پوزش رو به جامعه جهانی میده. همینطور که آقای ظریف چند ماه پیش در نیویورک به خبرنگار آمریکایی گفتش که شما دوران انتخابات رو ببینید که مردم چطور در صفهای صندوق رأی ایستاده بودن تا رأی بدن. نتیجتاً برای این که بخواد در واقع این ادامه حکومت خودش رو داشته باشه، شدیداً و بلا مانه میاد از این 3 اهرم استفاده میکنه تا حیات خودش رو در واقع داشته باشه. نتیجتاً وقتی
جامعه ما، جامعه‌ای که حالا عمدتاً دچار یک فقر مادیه، باید به دنبال اون منتظر فقر فرهنگی، جهل، ناآگاهی و ترس باشه، نداشته یا حالا کمبود اون دانش، خرد از حقوق مدنی و اجتماعی رو در واقع ما شاهد هستیم و همیشه و همیشه در واقع طول تاریخ به ما ثابت کرده که این مستبدان، این دیکتاتورها در واقع اومدن از عنصری مثل فقر استفاده کردن تا مردم رو در واقع تو یک سطحی که دلخواهشونه نگه دارن، تا از این طریق بتونن در واقع اون سمت و سوی جامعه رو همینطور که دلشون میخواد طراحی کنن و مردم رو به نوعی در اون زمانهای حساس تاریخی به پشت خودشون به صف بکنن. و همین منظور برای در واقع صحبت‌های پایانی این جلسه، تا زمانی که این مثلث در واقع میشه گفت قدرت داره، حاکمه، ما باید منتظر بقای دیکتاتور هم باشیم، دیکتاتورها هم باشیم. و زمانی این پایه‌های عمر این دیکتاتور در واقع پایه‌های در واقع که اومده خودش رو استوار کرده سست خواهد شد که ما بیاییم به این مثلث در واقع ضربه بزنیم، یعنی در مقابل ترس شجاعت رو تقویت کنیم، در مقابل فقر مطالبه خواهی اجتماعی رو، مطالبه خواهی مردم رو در واقع تقویت بکنیم در مقابل این رژیم، و در مقابل جهل سطح آگاهی اجتماعی رو در واقع تقویت بکنیم تا بتونیم به نوعی اون ضربه رو به پیکره این نظام بزنیم و هرچه بیشتر در واقع ما این رژیم رو به نوعی تضعیفش بکنیم، قدم بزرگی رو در مسیر سرنگونی و براندازی برداشتیم. صحبت من در واقع در این برنامه امروز در این جلسه به پایان رسید و اگر شما نازنینان از این برنامه لذت بردید، میتونید در واقع برنامه‌های ما رو در سایت تلویزیون www.alvantv.com دنبال کنید. اونجا برنامه سازان دیگری هستند که در واقع برنامه‌های بسیار جامعی رو دارن برای ما تهیه می‌کنن. دوستان بسیار عزیزی هستند مثل آقای فرامرز تاهلی، مثل دانیل دانا، مثل جناب بیژن افتخاری، مثل سرکار خانم پری عسکری که در واقع مدیریت این در واقع برنامه ها رو دارن و خودشون هم در واقع برنامه هایی رو می سازن. می تونید از اونجا در واقع از برنامه های ما استفاده ببرید و هر نظر و پیشنهادی رو دارید می تونید در واقع به ایمیل سایت ارسال بکنید. من همینجا تا هفته آینده شنبه تا درودی دیگر به شما بدرود.